بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که ما را بندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. عرض سلام و درود داریم به خدمت شما همراهان همیشگی و بینندگان ارجمند برنامه روشنا. امیدواریم که روز خوبی را آغاز کرده باشین تا این لحظه و از این به بعد هم با اتفاقات خوب روز را دنبال کنین. امروز در برنامه روشنا با عنوان آرامش گمشده زندگی های امروز برنامه را دنبال می کنیم همراه شما بینندگان عزیز و می دانیم که همه ما و شما به دنبال آرامش هستیم، بخصوص در زندگی های پر از استراب و استرس و پر از جنجال امروزی که در طول تاریخ هم شاهد بودیم که انسان ها در هر زمانی از تاریخ رنج های بسیار زیادی را متحمل شدن برای به دست آوردن آرامش و همیشه به دنبال کسب آرامش بودن. اما چی میشه که ما و شما هرچه بیشتر دنبال ای آرامش میگردیم کمتر او را به دست میاریم، در حالی که راه‌های بسیار زیادی را از دیدگاه قرآن کریم داریم و به عنوان مسلمان اگر به آنها رسیدگی کنیم و آنها را رعایت کنیم به آرامش واقعی خواهیم رسید. همراه ما باشید با کارشناس محترم برنامه، امروز بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم. سلام خانم شریفی، خوش آمدید به برنامه امروز. عرض سلام دارم خدمت شما مجری گرامی و همه بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینن. سلامت باشید. خانم شریفی، در ابتدا بر ما آرامش را تعریف کنید که این آرامشی که همه ما و شما دنبال او هستیم به چی معناست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ببینید، آرامش یعنی این که از افکار منفی ذهن انسان خالی باشه یا به دور باشه، اصلا کلا افکار منفی رو از خودمون دور کنیم. بله. این میشه یعنی نقطه مقابلش آرامش. هر انسانی ببینید در جامعه نیازهایی داره، در خانواده نیازهایی داره. خانواده اگر محل آرامش نباشه، اگر آرامش در اون خونه حاکم نباشه، افراد اون خانواده نمیتونن با هم دیگه به اون حد رشد برسن، یعنی اون رشد کافی رو برخوردار نمیشن. وقتی آرامش از طرف خانواده، پدر، مادر و اعضای خانواده نباشه. بله. خب اگر خانواده آرامش نداشته باشه، افراد به رشد نمیرسن، از اون طرف جامعه هم آرامش برخوردار نیست. چرا؟ به خاطر اینکه افراد جامعه افراد خانواده تشکیل میده دیگه، درسته؟ بله. جامعه بسته به افراد خانواده داره و خانواده هم بسته به افراد اون اعضای خانه هسته. پس لازمه که آرامش داشته باشه. اگر آرامش نباشه در خونه، در خانواده، نمیتونن به یک ثبات برسن اعضای خانواده. لذا ناهنجاری هایی که در جامعه میبینیم به وجود میایه به خاطر همینه که چه اعضای خانواده نتونستن اون آرامش رو در خانه حس کنن یا به وجود بیارن. بله. از لحاظ دیدگاه علم روانشناسی خواسته باشیم بحث کنیم، به روانشناسی به آرامش بپردازیم. خب میگه که هر خانه نیاز به آرامش داره، درسته؟ اعضای خانواده که افراد خانواده باشن نیاز به آرامش دارن و میبینیم که الان جوانای ما هر کدومش یک نیازهایی دارن، یک خواسته هایی دارن، درست؟ بله. و باید به خواسته ها و نیازهاشون رسیدگی بشه، درست. حس کنن اون آرامش که از طرف پدر مادر صادر میشه برای اعضای خانواده و فرزندان، درست. حالا یه وقتی هست که ما با یاد خدا هستیم، اولین عاملی که میتونه باعث بشه که ما به اون آرامش برسیم یاد خدایه. اما بعضی وقتا میبینیم که یاد خدا رو میکنیم اما دلهوره داریم. میدونیم که دلهوره و آرامش نقش به سزای در سلامت و بیماری جسم و روح داره، درسته؟ درست. اگر ما دلهوره داشته باشیم، خب دائم جسم ما و روح ما بیمار ممکنه باشه. اگر آرامش داشته باشیم، جسم و روح ما در سلامت کامل به سر میبره. پس اگر افراد خانواده هم از این دلهوره و آرامش به دور باشن، آرامش داشته باشن، جامعه خوبی در پیش رو دارن. بله. آینده خوبی رو در پیش رو دارن. بله. اما یه وقتی هست میبینیم که ما به یاد خدا هستیم، یاد خدا رو میکنیم، اما باز شک بشه دلهوره داریم، دغدغه داریم، مضطربیم. چرا ذهن ما دغدغه داره، دائم در حال اضطرابه؟ خب اینجا دو تا عامل یا سه تا عامل رو ذکر میکنه.
یکی از عاملی که باعث میشه ما ذهن ما همیشه درگیر باشه، دغدغه داشته باشیم، به اون آرامش نرسیم، به خاطر آینده تاریک و مبهمی که در ذهن ما خطور میکنه. خب نگران آینده ایم. بچه ها نگران آینده چی میشه؟ آینده اینا چی کار میشه؟ بعد میان یه وقتی به ذهن من انسان خطور میکنه که نکنه نعمتهایی که خدا به من داده زوال بشه، از من گرفته بشه، درسته؟ این خودش دغدغه به وجود میاره. یه وقت ناتوانی جسمی به وجود میاره، ترس از این دارم که نکنه در آینده من ضعف جسمی برام به وجود بیاره، ناتوانی جسمی برام به وجود بیاره. این خودش باعث میشه که دغدغه به وجود بیاره، خودش باعث میشه که به هم بزنه دیگه، آرامش به هم بخوره. یه وقتی هستی میگه که گرفتاری هایی که برای وجود میاد، رنج هایی که ممکنه در آید، همینا فکر دیگه به ذهن انسان خطور میکنه. خب همه اینا باعث میشه که انسان ذهن آرامی نداشته باشه. برش چی درست؟ میگن؟ نشخوار ذهنی میگن؟ بله. همچین چیزی هست؟ بله بله، دائم درگیر ذهن، درگیر این فکر هاست، این فکر ها به ذهنش خطور میکنه، لذا اون آرامشه سرد میشه. اگه من به یاد خدا هم باشم، این افکار تو ذهنم باشه، داخل ذهنم باشه، بازم چی؟ اون آرامشه رو ندارم. خب اگه در همین قسمت ما متوجه باشم، یک لحظه به فکری باشم که خدای بالا سر هست که کفالت بندگان رو میکنه، بنده رو به وجود آورده، آیندهش هم تضمین میکنه، حواسش به همه چیز هست، هسته. پس لازم نیست که من نگران آینده باشم، درسته؟ دغدغه آینده باشم، مثلا زندگی حال خودم نتونم درست استفاده کنم. یک مورد دیگه که میتونه این دغدغه رو به وجود بیاره، این فکر مره مشغول خودش بکنه و نتونیم به آرامش برسیم، از گذشته تاریکی که داره. گذشته تاریک، بالاخره همه انسان ها جایز و خطا اشتباه هایی میکنن، گناهانی از اونا سر میزنه، دائم این گذشته تاریک هی به ذهن من میاد، نمیذاره که به اون آرامش فکر کنم. پس گذشته تاریک و گناهانی که انسان انجام میده باعث میشه دغدغه به وجود بیاد به ذهن انسان. در همین لحظه فکر کنیم که خدای مهربان آمرزنده تر از این است که من گناه انجام دادم، درسته؟ بخشنده تر از اینه که من گناه انجام دادم. خود خداوند گفته که من آمرزندم، من غفارم، من توبه پذیرم. هر وقت شما گناهی کردی، مرتکب کن به شرطی که توبه شما رو میپذیرم، به شرطی که تکرار نباشه دیگه، گناه رو دو مرتبه تکرار نکنیم. این دو عامل باعث میشه که ما اگر یاد خدا هم میکنیم به اون آرامشه نرسیم، به خاطر که همین افکار منفی در ذهن ما میاد. تشکر خانم شریفی عزیز. از آیات و روایاتی که در دین مبین اسلام راجع به مسئله آرامش و راه‌های رسیدن به آرامش گفته شده، بر ما هم بگید که بیشتر خاطر جمع بشه به عنوان یک مسلمان، که راه‌های بسیار زیادی هست که شاید ما اون نادیده گرفتیم. بله، آیات زیادی در قرآن آمده، ولی خب به خاطری که وقت کمه ما چند آیه رو بیشتر نمیتونیم در تایم کم بگیم. خداوند در آیه 28 سوره رعد میفرماید که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. بله، اینجا چی آرامش رو مطرح کرده؟ چی چیز ذکر آرامشه؟ یاد خداوند، اطمینانه که با یاد خدا به دست میاد. پاداش کسیه که بگه اطمینان به خدا داشته باشه به اون آرامشه میرسه. بله، درسته؟ علاوه ذکر الله، آگاه باشین که ذکر خداوند، یاد خداوند به انسان آرامش میده. درست. پس یکی از آیاتی که قرآن مطرح کرده مسئله ذکر و یاد خدا رو مطرح کرده که باعث آرامش انسان. اگر این یاد و ذکر خدا از زندگی ما انسان ها حذف بشه، آرامش هم در پی نخواهیم داشت، درسته؟ باید دقیقا. بله، باید ببینیم که چه چیزی باعث میشه که ما از یاد خدا فراموش میکنیم، خدا رو فراموش میکنیم، درسته؟ بله. پس دائم به فکر این باشیم. و این ذکر و یاد خدا هم تنها زبانی نیست که من تسبیح به دست خود بگیرم، استغفر الله بگم، لا اله الا الله بگم، نه، ذکر یعنی اینکه ما باور و یقین داشته باشم قلبن و زبانن به یاد خدا باشم.
درسته؟ بله، اتفاقا خانم شریفی میخواستم همین را از شما بپرسم که تنها ذکر گفتن و به یاد خدا بودن و عبادت کردن کافی است برای رسیدن به آرامش یا خیر؟ که شما گفتید خیر و مسائل دیگری هم یقینا هست. خانم شریفی عزیز، آیات و روایاتی را بر ما بیان میکردین که در او بر رسیدن به آرامش بر ما راهکارهایی را نشان داده. میشنویم از شما ادامه صحبتهایتان. بله. همانطور که گفتیم در آیه 28 سوره رعد، اینجا اطمینان و آرامش قلب رو یاد خداوند مطرح کرد که اگر به یاد خدا باشیم به اون اطمینان برسیم، آرامش به دست میایه. بله. اگر اطمینان نداشته باشیم به خداوند، به رسول خداوند، به رسول و ائمه اطهار این باور نرسیده باشیم، اون آرامش از زندگی ما سرد میشه، به اون آرامش کافی نمیرسیم. چطور باید در باور برسیم؟ در این آیه ببینین اشاره به این داره که میگه که وقتی اطمینان حاصل شد آرامش به وجود میایه. درسته؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم. وقتی قلب‌های انسان اطمینان رسید، یاد خداوند آرامش پیدا میکنه انسان. درسته؟ و باعث میشه که خب بدون هیچ ترس و واهمه انسان توکل به خدا کنه و به اون آرامشه برسه. این آیه چی زمانیه؟ میگه زمانی که مسلمانان با هر سختی، با هر ناملایماتی که برای را دست میده در مقابل دشمنان بدون ترس و هراس تکیه میکنن به خداوند. بله. میگن خداوند حامی ما و پشتیبان ماه. بله. خب در آیه داشتیم که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یاد خداوند و اطمینان باعث آرامش انسان میشه. این زمانیه که میگه که وقتی مسلمانان در مقابل سختی ها و ناملایمات قرار میگیرن بدون هیچ ترس و حراسی متوسل به خدا میشن و میگن خدا حامی ماست. بله. خدا ما را کفایت میکنه، پس ما ترس و واهمه از دشمنان نداریم. اینجا عده‌ای بودن که مسلمانان واقعی، میگه یک منافق خبر آورد که کفار در مقابل شما بسیج شدن. بله. و شما ازشون بترسید که اونها شما را از بین میبرن. اینجا مسلمانان گفتن ما بدون هیچ ترس و واهمه‌ای چیکار میکنیم؟ به خداوند متوسل میشیم و خداوند حامی و پشتیبان ماست. متوجه شدیم؟ پس یاد خدایی که ما در تمام مراحل زندگی خدا را حامی خود خوب بدونه. حامی ما اگر خداوند باشه هیچ ترسی از بقیه افراد نداره. فقط توکل ما به خدا باشه و به این یقین رسیده باشیم که خداوند حامی و پشتیبان ماست و این آرامشه به دست میایه. این که بخواییم تلاش کنیم یا تلاش ما به حد که باید باشه نباشه و توکل به تنهایی آیا کفایت میکنه یا خیر؟ چون به هر حال میزان تلاش انسان ها هم شاید اهمیت داشته باشه. میخوام ببینم که این میزان تلاش در توکلی که به خدا داریم آیا کم و زیاد میشه یا خیر؟ اگر اجازه میدادیم عوامل آرامشی که توکل بود که در اونجا توضیح کامل داده میشد، حالا اشکال نداره، خب بحث شده دیگه. درست. بله، تنها توکل نیست که من فقط توکل به خدا کنم ولی دست از تلاش و کوشش بردارم. درسته؟ انسان ها باید توکل و تلاش و کوشش داشته باشم، در کنارش توکل هم باشه. اینطوری نباشه که من بگم که بشینم بگم که توکل به خدا، خدا روزی من میرسانه. نه، تلاش، کوشش، همت باید باشه، در کنارش توکل هم باشه. خداوند کفالت انسان‌ها رو به عهده گرفته و خداوند روزی رسانه به شرطی که من تلاش کنم، به شرطی که من کوشش کنم، نه که بشینم دست رو دست هم بذارم بگم که خدا برای من میرسانه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. میگه کسی که توکل میکنه به خداوند، خداوند او رو کافیه، کفایت میکنه، به شرطی که تلاش و کوشش داشته باشم. درست. در آیه دیگه در سوره غافر آیه 44 خداوند باز اشاره کرده که آرامش از این آیه چگونه به دست می آید. می فرماید فستذکرون ما اقول لکم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. میگه کسانی که یاد خدا رو میکنن، ذکر خدا رو میکنن، یاد خدا رو میکنن، ما اقول لکم و افوض تمام کارهاشون رو واگذار میکنن به خدا. یعنی در واقع بنده خودشو بسپره به دست خدا. درسته؟ حالا این سپردن به دست خدا و گذار کردن کار رو به خدا یعنی چی؟ یعنی این که دیگه من خودم هیچ
برنامه از خودم نداشته باشم و خودم هیچ تلاشی نکنم، هیچ کوششی نکنم، بگم که همه کارا رو خدا خودش درست میکنه. نه، این زمانیه که ببینیم حضرت موسی و آل فرعون با همدیگه وقتی میخواستن صحبت کنن، بحثی رو داشته باشن، تهدید میکردن حضرت موسی رو با حیله و مکر و تهدیدهای فراوانی که حضرت موسی دست از دینش برداره، دست از سیاستش برداره، تسلیم فرعون و آل فرعون باشه. اینجا حضرت موسی میگه من تمام کارها رو واگذار میکنم به خداوند. خداوند خودش حامی و پشتیبان و میدونه که من رو از خطرها و حیله ها و مکرها حفظ کنه. متوجه شدی؟ این یک آیه. آیه بعدی در سوره فتح که یکی از عواملی که ذکر میکنن اطمینان هسته، ایمان هسته، یاد خدا هسته که ما به اون باور و یقین برسیم. آیه 4 سوره فتح در اینجا میفرماید که ما یاد میکنیم انسان رو که ایمان و باور قلبی به خدا و رسول خدا داشته باشه. اگر انسان باور و یقین قلبی نداشته باشه، بله، به او آرامش نمیرسه. متوجه شدی؟ پس وقتی آرامش به وجود میاد که من یقین داشته باشم و یقین منم قلبی و زبانم باشه، یعنی هم با زبان باور داشته باشم، هم با یقین و قلب باور داشته باشم که خدا و پیغمبر و ائمه رو قبول دارم. وقتی قبول داشته باشم دیگه هیچ شک و تردیدی در زمینه راه پیدا نمیکنه و من به او آرامش خاص میرسم. بسیار سپاسگزاریم از شما و آیات بسیار تاثیرگذاری که شما بر ما اونا را یادآوری کرده و بدون شک همه توجه و همه این آیات میتونه بر ما راهگشا باشه در همه موارد زندگی. اما خب خانم شریفی، من میخواستم از شما راجع به این بپرسم که اگر بشه بر ما یک مثال هایی از زندگی روزمره امروز بدین که چطور من میتونم با باور و اطمینان قلبی به خواسته خود برسم، به آرزوهای خود در زندگی برسم در کمال آرامش. بله، ببینین، ای گفتم در ابتدای بحث که خانواده خیلی میتونه نقش موثر باشه. نه، یک سری از عامل هایی که باعث میشه آرامش، من به او آرامش برسم، خاطر جمع باشم از طرف پدر و مادر، فرزندان ما از طرف پدر و مادرشون خاطر جمع باشن. چجور خاطر جمع باشن؟ یعنی چه مسئله باعث میشه که اونا به آرزوشون برسن؟ خب وقتی آرامش در خانواده از ناحیه پدر و مادر باشه، بحث و مشاجره بین زن و شوهر، بین پدر و مادر نباشه، درسته؟ خب یک آرامش خاصی در خونه حاکمه دیگه، بچه ها و فرزندان هم خاطرشون جمعه دیگه، مشاجره پدر و مادر ندارن، میتونن خوب درس بخونن، میتونن خوب به آینده خوب برنامه ریزی کنن. بله، درسته؟ پس به این آرامش خیلی ربط داره و بستگی داره به پدر و مادر در خانواده. چگونه پدر و مادر در خانه صحبت کنن، صحبت های پدر و مادر به روی فرزندان خیلی میتونه مؤثر باشه. آرامش رو به وجود بیاره از طریق صحبت کردن، گفتگو کنن با فرزندانشون، با فرزندان دخترشون، با فرزندان پسرشون. این فرصت رو به فرزندان بدن که بتونن با پدر مادر راحت گفتگو کنن. بله، اگر راحت گفتگو کنن آرامش به وجود میاد در خانه. خب خیلی از خانواده ها میبینیم که متاسفانه فرزندان اون ارتباط صمیمی رو با پدر مادر ندارن. درسته؟ نمیتونن راحت حرفاشو به پدر و مادر بزنن. بله، میرن به دوست تو کوچه و خیابون، به دوستا و به طرف و طرف میبینن که حرفاشو میزنن، اما به پدر و مادر نمیزنن. چرا؟ که به خاطری که من پدر و مادر این فرصت رو برای فرزند رو به وجود نیاوردم که بتونه راحت با من صحبت کنه، با من حرف بزنه، حرف دلشو بزنه، هر خواسته ای داره، آرزوی داره، در حد توان پدر و مادر بتونن خواستهاشون رو برآورده کنن، ممکنه به او آرامش خاص برسن. پس این ارتباط صمیمی و رابطه مورد اعتماد بودن همدیگر در خانواده به معنای ایست که ما باور و ایمان قلبی نسبت به خداوند داره داشته باشیم. بله، بله، باید در ابتدا او را داشته باشیم تا بتانیم چنین ارتباطی را در خانواده
تقویت کنه. بسیار خوب، سپاسگزاریم از شما. نکات بسیار خوبی است که ما بتونیم در خانواده از راهکارهایی استفاده کنیم که ما را به آرامش برسانه تا به طبع او بتونیم در عرصه‌های مختلف زندگی به موفقیت برسیم. بریم سراغ ادامه بحث و عوامل و راه‌های رسیدن به آرامش در خانواده. چه عواملی میتونه ما را کمک کنه خانم شریفی برای رسیدن به آرامش در خانواده؟ بله، ابتدای بحث رو با آیه از قرآن شروع میکنیم. در آیه 4 سوره فتح آمده: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا هم. میگه که ما اگر اطمینان، بحث اطمینان و یاد خدا، اطمینان قلبی به خدا داشته باشیم، به رسول خدا داشته باشیم، اینجا میگه که ما مؤمنین رو چکار میکنیم؟ به اون آرامش میرسونیم اگر اطمینان و باور یقین قلبی داشته باشیم. بله. خب در اینجا ببینید آرامش خیلی نقش مهمی در زندگی یک انسان داره. دقیقا. مؤمنین وقتی اطمینان داشته باشند با آرامش میرسند. آرامش داشتن سرچشمه اصلی خوشبختی زندگی است. اگر زندگی آرامش نداشته باشه از خوشبختی محروم میشه. بله. اگر جامعه آرامش نداشته باشه از اون سعادت و کمال محروم میشه. پس آرامش داشتن خیلی میتونه نقش به سزایی در زندگی انسان و در زندگی خانوادگی داشته باشه. پس اولین عاملی که در این آیه ذکر شده اطمینان. همونطور که در ابتدای بحثم بحث شد، اطمینان و یاد خدا باعث میشه که انسان به اون آرامش برسه. مورد بعدی که ذکر میکنن ذکره. ما در لابلای بحث‌های اول گفته شد که ذکر و یاد خدا باعث آرامش میشه. آیا ذکر همون ذکر زبانیه؟ نه. اگر اینکه ما یاد خدا رو داشته باشیم، یاد نعمت‌های خدا بکنیم، خودش ذکره. پس لازم نیست که تنها به زبان باشه. یاد نعمت‌های خدا، متوجه باشیم که خدا چه نعمت‌هایی در اختیار ما قرار داده. بله. از اونها چگونه استفاده کنیم در زندگی خود. درسته؟ یاد الطافی که خدا به ما کرده به یاد بیفتیم، به یاد این باشیم که خدا چقدر به ما لطف کرده. خب هستن افرادی که خانواده هایی که میبینین فرزندی ندارن، خداوند بهشون فرزند میده. درسته؟ بله. نعمت سلامت رو خداوند به خانواده ها میده، به افراد میده. همه اینها باعث میشه که انسان به اون آرامش برسه. درسته؟ پس لازم نیست حتما من به زبان بگم لا اله الا الله استغفر الله. همین که در نماز، وقت نماز به نماز میستم، یاد خدا میکنم. درسته؟ ماله. وقتی به یاد قهر و خشم خدا میفتم که در کجا خداوند خشمش میگیره، در کجا خداوند قهرش میگیره، همه اینها یاد خدا، یعنی که من متوجه هستم به این مواردی که خدا به من الطافش رو عنایت کرده، توجه دارم. اگر توجه کردم به اون آرامشه میرسم. و اگر توجه نداشتم، گذشتم از هم، اصلا نگاه نکردم که این کار رو کردم خدا راضی از من یا نه، پیغمبر خدا از من راضیه یا نه، ائمه خدا از من راضی هن یا نه، نه، باید توجه داشته باشم. اگر توجه به اینها داشته باشیم به اون آرامش خاصه میرسه. مورد بعدی که اشاره میکنن که انسان میتونه به اون آرامش برسه، توکل به خدا. من توکل به خدا داشته باشم و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل میکنه به خدا و خداوند رو کافیه و کفایت میکنه. پس اینم دلیل نمیشه که من همونطور که گفته شد دست روی دست بذارم، هیچ کار انجام ندم، هیچ تلاشی نکنم، هیچ کوشش علمی نکنم، انتظار داشته باشم رتبه اول دانشگاهم بیارم مثلا. بله. از لحاظ علمی تلاش نکنم، درس نکنم، بعد وقتی کنکور امتحان میدم، فرزندانم یا امتحان میدم بگن که باید رتبه اول یا دوم یا سوم، در حالی که هیچ تلاشی نکرده، بگه خدا خودش، من توکل کردم به خدا، خدا خودش درست میکنه. نه، چی میگن؟ از تو حرکت، از خدا برکت. باید حرکت، تلاش و کوشش داشته باشیم. بله. بعدش هم توکل به خدا کنیم دیگه، بسپاریم به خدا، خدا و خودش درست میکنه. بله. متوجه شدیم؟ و مورد بعدی در مورد نمازه. خب یکی از جاهایی که آرامش به انسان میده نمازه. بله. همین 5 وعده که خداوند
دستور داده که ما نمازهای واجب و یومیه رو برگزار کنیم. حالا اگر به نوافل پرداختیم، به نماز شب پرداختیم که چه بهتر، بیشتر باعث آرامش انسان میشه دیگه، درسته؟ بله دقیقا. پس یکی از عوامل نماز هست که نماز هم انسان رو به یاد خدا میندازونه و باعث آرامش انسان میشه. بله. من فکر میکنم خانم شریفی، حالا که گفتین بحث سر نماز و اینها شد، چون میگه که نماز ما را از همه اعمال بد و گناه دور میکنه، ترک گناه هم میتونه خودش یک آرامش بر ما بیاره، درست است؟ میخوام ارتباط بین این دو تا را بر ما بگین که چطور ترک گناه میتونه باعث آرامش انسان ها بشه. این از صلات تنها عن فحشای و منکر، همین که شما فرمودین، نماز انسان رو از فحشا و منکر باز میداره و باعث آرامش انسان میشه. ببینین اگه توجه کرده باشین، قبل از نماز انسان دغدغه داره که نماز نخونده، درسته؟ نمازش رو نخونده، هی عجله میکنه که نماز، اگه نماز سر وقت بخونه که چه بهتر. خب این نماز خواندن اول وقت باعث میشه که انسان به یک آرامش خاصی برسه، یعنی اینکه بگه من پیش خدا وظیفه خودم رو، تکلیف خودم رو به نحو احسن انجام دادم. از اون طرف ترک گناه، ببینیم خود ترک گناه، این که من دنبال این باشم که گناهی که انجام دادم ترکش کنم. غیبت دوستی رو کردم، غیبت خواهری رو کردم، غیبت مسلمانی رو کردم، درسته؟ پیش خودم حواسم باشه که من غیبت کردم، گناه کردم. خب در حالات علما داریم که میگن آخر شب بیاین چیکار کنیم، محاسبه کنین اعمال خودمون رو، ببینیم که در این روز ما چی کارهای انجام دادیم، چی کارها. انسان جایز الخطا است دیگه، اشتباه های زیادی انجام میکنه، انجام میده و همچنین گناهان زیادی رو ممکنه انجام بده. این محاسبه آخر شب باعث میشه که من یک خورده به خودم بیام، بگم که بله من امروز این کارها رو انجام دادم، این گناه رو انجام دادم، تصمیم میگیرم با خودم، با خدای خودم عهد میبندم که این گناه رو دیگه انجام ندم، ترکش کنم، تمرین میکنم. یعنی فردا هر زمانی که یادم از روز قبل میاد که من این گناه رو کردم، دیگه اون گناه رو نکنم. بله. خود این باعث میشه یک آرامش به وجود بیاد برای انسان. دقیقا. درسته؟ و از او عذاب وجدانی هم که بعضی وقتا آدم به خاطر انجام گناه داره در امان نگه داشته میشه و این خودش فکر میکنم یک آرامش هست. بله بله، آرامش خاص به وجود میاد برای انسان. بله. اگر خواسته باشیم ادامه بحث رو بگیم، بقیه از عوامل رو هم بگیم، یکی دیگه استقامته، صبر داشتن و استقامت در برابر سختی ها و ناملایمات زندگی. برای هر انسان سختی پیش میاد، ناملایماتی هست، رنج هایی هست، بالاخره مصیبت هایی برای انسان میرسه، مشکلات برای انسان میرسه. خب اگر من استقامت کردم، صبر کردم در برابر این مشکلات، در برابر این ناملایمات، این خودش یک نوع آرامش به وجود بیاد. اگر نه که آمدم جزا و فضا کردم در مورد این سختی هایی که به من رسید، مشکلاتی که بر من متحمل شدم، این مشکلات، خدای نکرده عزیز را از دست دادیم، جزا و فضا کردیم، بیتابی کردیم، نمیدونم گریه و زاری کردیم، همه اینها باعث بشه و آرامش سر بشه دیگه، درسته؟ خانم شریفی، بر من بسیار جالب است که شما میگید که صبر کردن در برابر سختی ها باعث آرامش میشه. منظورتان از صبر کردن و استقامت چیست؟ چون اگر ما بخوایم یک مشکل و یک سختی و دشواری را تحمل کنیم، به نظر من این تحمل کردن خودش آرامش آدم را سلب میکنه. حتما منظور خاصی دارین از صبر و استقامت، راجع به این برای ما بیشتر توضیح. منظور اینه که ببینین، منظور که از صبر و استقامت داشته باشیم، یعنی اینکه نه اینکه مثلا خدای نکرده عزیزی رو از دست دادیم گریه نکنیم. نه، گریه داشته باشیم، درسته، اما به اندازه. نه اینکه خدای نکرده جزا و فضا، شکوا و شکایت، درست، بگیم چرا خداوند به سر من این بلا رو آورد، چرا عزیز من رو گرفت، درست؟ این شکوه و شکایت خدای نکرده نشه که برای خداوند به وجود بیاد که ما بگیم که خداوند با من نعوذ بالله، نعوذ بالله، سر لج گرفته، سر لج آورده، مثلا لجبازی داره میکنه با من و مر دوچاره گرفتاری کرده، مر گرفتاری این مصیبت کرده، مر گرفتاری این مشکلات کرده.
راضی بودن بر رضای خداوند منظورتون است. سپاسگزارم از شما خانم شریفی بزرگوار که امروز در برنامه نکات بسیار خوبی را بر ما اشاره کردین و فراموش نکنیم که آرامش سهم قلب هایی است که باور دارند خداوند همیشه در همین حوالی و همین نزدیکی هاست. لحظاتتان مملو از آرامش. التماس دعا و بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.